وقتی از تلفیق معماری و فشن صحبت میکنیم، پررنگ ترین اسم آیریس ون هرپنه و تو این هفته کوتور توجه ها رو با کالکشنی با الهام از معماری آبی، شهرهای شناور و نوآوری های بایونیک به خودش جلب کرده. بایونیک در اصل علمیه که مسائل پیچیده فنی رو از طریق مسیرهای زیستی و سازوکارهای طبیعت حل میکنه. من به الهام ون هرپن با نگرانی های آینده نگرانش نسبت به زادگاهش هلند که خطر بالا اومدن سطح دریا و غوطه بر شدن این کشور در آب رو داره شکل گرفت، با نگاه به شهر جدید اوشنیکس که در کره جنوبی در حال ساخته و در اصل اولین شهر شناور جهانه و هیچ آسیبی به محیط زیست نمیزنه. ون هرپن درباره این کالکشن میگه: من میخواستم عناصر ساختاری معماری بایونیکو به شکل سیالی به کالکشنم بیارم. من میخواستم لباسها زندگی کنن، حرکت کنن و نفس بکشن، که مشخصا تمام طرحهای این کالکشن این احساسات رو به وضوح منتقل میکنن، درست همراستا با مفهوم عمیق بایونیک. اما فقط همین نیست، اون با الهام از متریالای فوق پیشرفته مثل بتون خود ترمیم شونده یا نوعی سنگ که زیر آب رشد میکنه و در اصل با هدف محو کردن مرز بین مد و معماری شناور، تکنیکای حیرت انگیز رو توی اجرای کاراش پیاده کرده، از روش تولید خاص متریالا تا استراکچر هر لباس. اینکه چطور و با چه ابزار و فنی به این طرح‌های منحصر به فرد و پویا برسه. آیریس ون هرپن دنیایی رو متصوره که تو اون انسان ها با تغییرات محیط آداپت بشن و خودشون هم تو ساختمون های زندگی کنن که خودکفا هستن و با محیط سازگار میشن. اما به نظرتون لباس های ما میتونن به همین شیوه به تغییرات محیطی پاسخ بدن و خودشون رو با شرایط تطبیق بدن؟ مطمئنم در آینده جواب این سوال رو از خود ون هرپن میگیریم.